موسمی نوی فوتبال اویستا اویستا با اخیر رسیده شده است و دیشب اخرون فینالیس لیگ چمپیونیز معین شد. اکنون در فینال باواریا با پی اس جی رقابت میکند. دو دسته که همیشه حمله میکنند و تماشای این بازی خیلی شوق‌آور خواهد بود. در حالی که مخلصان این بازی را بی‌صبرانه انتظارند، دیگر دسته ها در این روزنه ترانسفری برای خود بازیکنان نو کوفته شدند که او نسبت سال‌های گذشته خیلی شوق‌آور خواهد بود. بیایید کوشش میکنیم زیر این ویدیو 1000 لایک جمع کنیم تا که یوتیوب این ویدیو رو به همه دوستداران فوتبال پخش کند. با شما تماشای خوب ما باشیم سر میکنیم. پیش از سر کردن میخواهم فهمم تا چند درجه شما فوتبال رو میفهمید. آیا شما میتوانید به این سوال نه اونقدر قندی ما جواب دهید؟ اولین شده با سوال گذشته ما بزرگ میر اولیموف جواب داده بود. با احتمالی کلون نیم حمایتگری چلسی انگولو کانته این توبیسون دستش رو ایواز میکند. طبق خبری توتو سپورت انتونیو کانته بازیکن فرانسوی رو هدف اساسی خود در این ترانسفری توبیسونا کرده است. متخصص دیرباز است که بانگولو هوسمندی دارد و میخواهد باز رو در حیات خود ببیند. خود رسون میکنیم که اونها لکه در چلسی یک جا کار کرده بودند. چلسی تئوراس از بازیکن فرانسوی جدا شود و ترنر فرانک لیمپارد الکی تصدیق کرد که اگر یگان پیشنهاد ارزنده شود اونها در دسته کانته رو نگاه نخواهند داشت و مبلغی به دست آمده رو برای خریدن کای خویر صرف میکنند. خود بازیکن مسلمان میخواهد در لندن باقی ماند ولی میفهمد که در هیئت اساسی برای او جای کفالت داده نمیشود. خبر داده میشود که اینتر الکی پیشنهاد رسمی تیار کرده ایستاده است و کوشش میکند تا سرشوی سری آ این ترانسفر رو عملی سازد. کانته 80 میلیون یورو به او داده می شود ولی دسته طلبی کوشش میکند نرخ را کم کند و یا به این ترانسفر یگان بازیکنش را ایلاوه کند. در موسم جاری بازیکن 29 ساله در 28 بازی اشتراک کرده همگی 3 گل زده است. تماشابینان گرامی، بهترین مسابقه اروپایی لیگ چمپیون‌ها در عین جوش و خروش است که دوستان ما از ایکس بت برای بازی های این مسابقه کیفیت های بلند پیشنهاد میکنند. اینچنین شما امکان دارید که با پرمکود ما میدان در اولین پرداختتون صاحب 6500 روبل گردید. معلومات بیشتر در کامنتاریا. ولی دوستان در یاد گیرید اینجا همه وقت پول کارکنی نیست، بازی کنید ولی عدد نکنید. این موسم لیگ چمپیونو یکی از عجیبترین و شوق‌آورترین موسم در تاریخ شد. پریدن لیورپول، ریال و یوونتوس در یکم دوری پلی آف تا پول فینال راهی افتن لیپسیک در اولین موسم لیگ چمپیونو خود و موفقیت در انتظار پی اس جی که تونست به فینال راه یابد. اما این حال انجام فاکتور جالب نیست. بغیر از این نباید لیون رو فراموش کنیم که یوونتوس و منسیتی رو شکست داده و پول فینال برآمده بود. دسته فرانسوی با شکست دادن توپ دسته و تقدیر عکسی موسم گذشته را تکرار کرد و متاسفانه به فینال راه یافته نتوانست. زیرا حریف او ماشین حقیقی آلمانی باواریا مونخن بود که قبلا چلسی را با حساب عمومی 7-1 و بارسلونا را در یک بازی 8-2 ترمر کرده بود. در بازی با لیون هم باواریا با روحیه بلند به میدان برآمد و یک مقصد داشت، ترمر کردن رقیبان. این دفعه قریب همه کار را سرژ گنابری به عهده خود گرفت و در قسم یکم دوبل کرد. الان در دقیقه 88 باشد لواندوسکی 15 گل خود رو در این موسم لیگ چمپیونو به هدف رسانید و همین طور از میسی که در یک موسم این مسابقه 14 گل زده بود پیش گذشت. اکنون تنها رونالدو از این بیشتر گل دارد. او در یک موسم 17 گل زده بود. خلاصه همه مخلصان دسته میونخنی رو برای به فینال راه یافتن باواریا تبریک میگویم. اکنون آنها رو در بازی اخرون پی اس جی انتظار است. دوستان به فکر شما کی در فینال غالب میشود، پی اس جی یا باواریا؟ حتما در کامنتری نویسید. بوختی شرمندوری بارسا از باواریا هیچ ازادی مخلصان دسته کاتالونی نمی رود. با چنین احوال الکی 5 سال می شود که دسته نمی تواند به فینال لیگ چمپیونو راه یابد. اما روبرت یگان مراتبه قرار درست برآورده نمی تواند. ترانسفر های نموفق، بهوده صرف کردن مبلغ و تعیین کردن ترنر هایی که به درجه بارسا موافقت نمی کنند. بوختی دسته کاتالونی با باواریا از یک جهت شاید به فایده خود کاتالونی ها باشد. زیرا پس از آن در دسته تغییرات های کلان رخ داده شدند و این حال آغاز نقشه بازسازی بارسا است. اولین کاری که دسته پس از آن بخت انجام داد این خروج کردن ترنر کیکه سیتم بود. پس از آن یک نفر از روبریت به استعفا رفت. همه میخواستند که نام اون جوزه بارتامیو باشد، اما اون دایرکتور ورشی دسته اریک ابیدا بود. بعدا روبریت تونست با ترنر منتخب گالاندیا رونالد کومن به روزگیر رسد و 19 آگوست او را رسما به این وظیفه تعیین کرد. شرطنامه با ترنر نو تا سال 2022 به امضا رسانیده شد. اولین کاری که ترنر نو میخواهد در بارسا انجام دهد این خیرخوش کردن با فوتبالبازانی کلانسالی دسته و جوانکنی حیات است. کومن همیشه جوانان را انتخاب میکرد و یک سال پیش در یکی از اینترویوهاش چنین گفته بود: اگر یک فوتبالباز 22 ساله باشد و دیگرش 30 ساله و اگر آنها قریب در یک درجه بازی کنند، من 22 ساله را انتخاب میکنم، زیرا او آینده دارد و میتواند باز هم بهتر شود. اولین نقشه ترانسفری کومن پس از ترنر بارسا شدنش این خریدن نیم حمایتگر آیاکس دونی واندبک میباشد. ترنر میخواهد او را همراه با دیون به میدان برارد.
با او دربوز ریال هواسمندی داشت، اما دسته اونا این توبیسون یگون فوتبالبوز نو خریدنی نیست. خوشبختانه برای بارسا آیاکس در رانبایت خود با لوی سوارس هواسمندی دارد و میخواد او را به دسته برگرداند. یعنی دسته او میتوانند این فوتبالبازون را ایواز کنند. برای دسته کاتالونی که حالت مالیویش بد است، این ایواز بهترین وریان میباشد. یک پرابلمای کلون در بارسا این رفتن مسی است. حملگر ارجنتینی تو هول عقیده‌اش رو ایواز نکرده است و میخواد دسته رو ترک کند. فاوریت اساسی برای به دست آوردن اون منچستر سیتی میباشد که پس از نوبروریهای خود در لیگ چمپیون ها اومده است برای مسی دل خو مبلغ رو پیشنهاد کند. اما ترنر نوی دسته رونالد کومان میتواند این مشکلی رو هم حل کند، زیرا قبلا گفته بود که مسی در حیات یو فوتبال بازی اساسی و ایواز نشونده خواهد بود. زیرا برای کومان فیلیپ کاوتینو نیز میتواند بازی کند. ترنر نو نقشه دارد که او رو نیز در بازی استفاده کند و باز یک نقشه دیگری کومان این به بارسا برگردانیدن نیمار است. پرزیدنت دسته بارتامیو نیز با ترنر هم فکر است و چنین میشمارد که با آمدن نیمار در بارسا تغییراتی بزرگ میشود. کاتالانی ها نقشه دارند که با پسیجی آنتوان گریزمان و 50-60 میلیون یورو دیگر پیشنهاد کنند. جهت دیگر این ترانسفر ایواز کردن عقیده مسی میباشد. اگر نیمار برگردد پس حملگر ارجنتینی بشوبه از کوی روبالت روزی خواهد بود. دوستان، شما اید تغییرات های بزرگی بارسلونا چی فکر دارید؟ اونها میتوانند بارسا رو بهتر کنند؟ حتما در کامنتار نویسید. اینها بودن همه اون خبرهایی که امروز ما برای شما آماده کردیم. فراموش نکنید با لایک و اتون ویدیو رو دستگیری کردن رو و با کانال آبنا شوید تا از خبرهای نوی فوتبال خفو نمونید. اگر تا حال از خبرها سیر نکرده باشید میتوانید دیگر ویدیوهای ما رو تماشا کنید. در اونجا نیز پر از خبرهای شوق‌آورند. با شما بودم من میرزا یورگیروف. خیر.